صندوق بشردوستانه افغانستان AHF اعلام کرد که کشورهای کمک کننده در سال گذشته میلادی 1 میلیارد دلار به این صندوق کمک کردند. در بیانیه‌ای به مناسبت دهمین سال تأسیس صندوق تأکید شده که افغانستان با چالش‌های مداوم و تأثیرات بشری عمیق روبروست. همچنین محرومیت و آسیب‌پذیری زنان و دختران نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه به بیش از 23 میلیون نفر رسیده است. صندوق از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد. عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای حفیظ، سلام و عرض ادب. سلام، درود بر شما. زنده باشید. آقای حفیظ، با توجه به افزایش تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، به نظر شما چه اقدامات مؤثری می‌تواند از سوی جامعه جهانی برای حمایت پایدار از آسیب‌پذیرترین اقشار به ویژه زنان و دختران انجام شود؟ بفرمایید. بعد سلام مجدد خدمت شما و تمام بیننده‌ها. شما جامعه جهانی در طول سالیان متمادی، چی در 20 سال گذشته دوران جمهوریت، چی قبل از او بعد از او، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داشته، اما یک راهکار مناسب جهت ازی که مردم افغانستان با پای خود بیسته نداشته. نفس کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های بلاعوض به شکلی که در افغانستان توزیع میشه، این مردم را همیشه طور بار میاره که نیازمند باشه و کمک های بدون ایجاد اشتغال و بدون از این که دستمزد برای کس پرداخت شود، کمک ها را به طور ناعادلانه یا عادلانه توزیع میکنه. این جامعه را نیازمند و فقیر بار میاره. جامعه جهانی چند کار را میتونه بکنه که بالای گروه حاکم فشار بیاره تا ای که زنان که قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان را تشکیل میده، اینا آزادی های خود را دوباره به دست بیاره و بتونه اینا به شغل و به کار و به تحصیل خود برگرده که وقت میتونه جامعه رشد بکنه. و دوم دیگه کارخانه ها و تولید و اما فابریکات تولیدی و همچنان چیزهایی را که بوجود بیاره که مردم بتانه آیسا آیسا هم کار کنه و هم مزد بدست بیاره. این میشه که جامعه را به شکل درستش روی پای خود استاد بکنه. این کمک را که جامعه جهانی میته، مثلا زمستان کمک زمستانی، بهار یک چیز دیگه توزیع میکنه، لباس و خوراک و اینا، این جامعه را بسیار درست تربیه نمیشه. جامعه به شکلی بار میایه که خب میایه گندم میاره، روغن میاره، دیگه میکنه. این خودش نه تنها که برای جامعه سود نداره، بلکه جامعه را از بین میبره، جامعه را نابود میسازه که متاسفانه در طول سالیان متمادی، مخصوصا از طرف WFP و سایر نهادهای بین المللی که در افغانستان کمک می شده، این کمک ها افغانستان را نابود ساخته، افغانستان را نیازمند برآورده و افغانستان را به این وضعیت که فعلا روبرو هست آماده ساخته. بنابراین باید جامعه جهانی روش خود را تغییر بده، آزادی های مردم را دوباره و فشار بیاره که مردم آزاد باشه، کار بکنه و تولیدات داخلی را رشد بده، سرمایه گذاری بکنه روی منابع داخلی و مخصوصا زراعت و آبیاری و اینا که اقتصاد جامعه رشد بکنه. این کمک های یک دفعی و یک بار مصرف اینا برای جامعه مفید نیست. بله، ممنونم. با تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.